آقای موحد، ما در جریان امی مطالعه یک سلسله از شاخصهای بسیار ظریف دیگر هم در حوزه اقتصادی پیدا کردیم که یکیش میخوایم خدمت شما بگویم. با توجه به مشکلی که حکومت وحدت ملی از حکومت پیشین به ارث گرفت، یک سلسله از مشکلات، مثلا خزانه مکمل خالی بود، ما به فرمایش شما یک سردرگمی اقتصادی داشتیم، ولی یکی از نقاط بسیار ظریفی بود که همونجا گفته شده بود برای مبارزه با همین بحران و با همین رکود اقتصادی، ما باید جدیترین اولویت را که تعریف کنیم به خاطر اینکه نریم به این بحران، جلب اعتماد سرمایه گذاران است و همچنان ایجاد اشتغال. میخوایم بگویم که حکومت وحدت ملی چقدر واقعا متوجه می ظرافت اقتصادی شده؟ خب قبل از اینکه جواب بگم، من نمیدونم که چگونه تشخیص دادن اینا را، همین اولویت ها چگونه تشخیص دادن که جلب اعتماد بکنیم و دیگه بالای نیروی کار. تا زمانی که ما تشخیص نکنیم، به نظر ما چگونه ما میریم و نسخه میتیم که در قدم اول جلب اعتماد سرمایه گذار را بکنیم. فرض میکنیم سرمایه گذار در داخل سرمایه گذاری کردن، اعتمادشان جلب شد، چگونه حفظش کردن میتونیم؟ همین شما میفهمید که به صدها سرمایه گذار با فابریکش از بین میره، سقوط میکنه، به رکود مواجه میشه. چند قبل شما شاهد بودین که یک تعداد از کسایی که چاپخانه ها داشتن، اونا فریادشان به آسمان بلند شده بود. آقای محمد، میخوام یک بار دیگر وضاحت بتم. وقت شما در یک سردرگمی مکمل اقتصادی قرار میگیرین، به چی معنا؟ که شما نمیتونین تولید داخلی داشته باشین، فابریکه ندارین، کمک های اقتصادی بیرونی براتون کاهش پیدا کرده، این یک سردرگمی است. شما بر دفتن به خاطر که مهار کنین میتونین که جلب اعتماد سرمایه گذار رو کنین، حداقل اینا رو از دست نتین و برای یک مشت از آدم ها کار ایجاد کنین. یک قسمت از این سرمایه گذارهای بسیار بزرگ در افغانستان بودن، پیش از اینکه مجلب توجه دیگران را بکنیم اینا را حفظ باید بکنیم. متوجه هستین یک تعداد که ما فعلا وجود دارن سرمایه گذاری کردن، اونا را ما نمیتونیم حفظ کنیم. چگونه ما میتونیم که دیگران را جلب اعتماد بکنیم؟ یک تعداد اونا کسایی که سرمایه گذاری کردن، پول خود در امی افغانستان بند کردن، در حرکت انداختن، وقتی اونا حفظ نشه چگونه ما میتونیم که دیگر جلب توجه از دیگران را بکنیم؟ یک موضوع. موضوع دوم دیگر، اما در که جناب استادم به او اشاره کردن، یک فاکتور نمیتونه که ما صرف در اقتصاد بگیم که تمام ازی ناشی از یک عامل است، بلکه عوامل مختلف وجود دارن. مثلا اگر ما امنیت نداشته باشیم، چگونه میتونیم که سرمایه گذار را جلب کنیم و او را تشویق بکنیم؟ در پالیو ازو زمانی که ما همیشه گفتیم این مسئله را، اگر ما بخوایم که حمایه بکنیم صنایع خود، در قدم اول از این واردات سرسام آوره که به هر شکل به هر گونه که میان داخل افغانستان میشن و حتی امروز ادعای از این دارن که ما در دبلیو هم شامل میشیم، یعنی تمام می عوارض گمرکی هم کسی هم از بین بره، گمرکات باز باشه، می 5% هم که صادرات داریم می هم از بین بره. در اتر حالت کی حاضر است که به سرمایه گذاری بکنه در حالی که هیچ مسئولیت بر او وجود نداره؟ اگر حمایه میشه یک سرمایه گذار، او اشیای مشابهی که او تولید میکنه در داخل اگر وارداتش ممنوع شوه و یا حداقل یک تعرفه بالا وضع شوه تا این قدرت رقابت پیدا بکنند، بعد از او حاضر میشه. در حالی که وقتی این طور یک حالت وجود داره، عملا چگونه ما جلب توجه کرده میتونیم؟ چگونه توجه از اونها و چگونه اعتماد از اونها کسب کرده میتونیم؟ سپاسگزارم آقای موحدی. یک بحث آخر هم میخوایم خدمتتون داشته باشم، بس امشب جنبندی میکنیم. یکی از سیاست هایی که شخص رئیس جمهور به او خیلی علاقه داشت و همیشه میگفت کاهش فاصله میان دولت و سکتور خصوصی بود. شما حتما به عنوان استاد دانشگاه در جریان هستین که رئیس جمهور گاه و بیگاه با سرمایه گذاران و تجاران افغانستان هم میبینه و حرفای رد و بدل میشه. ما میخوایم بگویم که واقعا این سیاست چقدر معقولیت داشت، چقدر دید و وادید با سکتور خصوصی و بها دادن به می سکتور ممت واقع شد در رشد اقتصادی افغانستان؟ این نظر بسیار خوب و عالی است. در تحت نظام اقتصاد بازار واضح است که سکتور خصوصی باید فعالیت بکنن، سکتور خصوصی چرخ اقتصاد باید به پیش برند. این نظریه درست است، ولی چگونه که ما اونا را اعتمادشون را جلب کنیم، چگونه حمایه بکنیم و چگونه به رشد برسانیم تا رشد از اونا باعث رشد اقتصادی شوه، اینی مسئله دیگه است. در قدم اول من اونطور که پیشتر هم اشاره کردم، تا زمانی که اونا احساس نکنن که حمایه شدن، هیچ گاهی این کارایی نخواد داشت. ای وای به کدام اساس شوه؟ ما باید پالیسی های مشخص داشته باشیم. امیال فعلا شما اگر ببینید پالیسی های گمرکی ما چی است،
اصلا هیچ وجود نداره پالیسی گمرکی. پالیسی تعویض واردات ما چی است؟ هیچ وجود نداره. پالیسی از این که ما در کدام حالت ما قرار داریم و این چی گونه باعث از این شود که فقر 36% افغانستان کاهش بده، این به کدام شکل است؟ چی گونه دولت بتونه که توزیع عادلانه آیده که به صورت عموم از این سکتور خصوصی اونا باید مالیات جذب بکنن و توزیع شود، ای به کدام شکل است؟ و او شرکت ها و یا کمپین های بزرگه که اکثرا یا اصلا مالی نمی پردازن. شما در شاهد از واسه رسانه ای را اعلان کردن کمپین های بسیار بزرگه، ای چیگونه میتونه، چیگونه امکان داره که اقتصاد افغانستان متکی به سکتور خصوصی شود و سکتور خصوصی بتونه در رشد افغانستان ممد واقع شود؟ از این لحاظ باز هم ما گپ دوباره ما تکرار میکنم که یک استراتژی عمومی ارگاه سرش فکر نشه، دقیق فکر نشه، این حرکات های صرف یک انصوری و این حرکات های پراگاندی که به هر جهت حرکت بکنن این به جای نمیرسه. حتی فعلا امروز شما ببینید که در وزارت هایی که فعلا وجود داره، وزارت اقتصاد، وزیر صاحب اقتصاد گفت که ما ظرفیت چقدر تولید برق داریم، در حالی که آیا ملاحی وظایف وزارت اقتصاد مشخص شده؟ آیا وظیفش تولید برق است و یا یک استراتژی بزرگ اقتصادی را سر صحبت بکنند؟ در حالی که وزارت مالیه میگه ما به خاطر بلند بردن آیت ما مالیات زیاد میکنیم، این که مربوط به پالیسی، مربوط به وزارت اقتصاد است، این در وزارت مالیه انجام میده، وزارت محترم اقتصاد این وظیفه وزارت آب و برق، وزارت انرژی برق انجام میده. از این لحاظ چگونه ما توقع داشته باشیم؟ و این باز هم میگم تا زمانی که سرزی دقیق فکر نشه امکان از این وجود نداره که ما یک امیدواری داشته باشیم. سپاسگزارم. فقط واپس این جمله تان یک جمله خیلی خوب بود با دو میمان دیگه هم شریک میکنیم، بسیار کوتاه اگر بگین آقای مسعود، که به خاطر بیرون رفت از یک بحران مالی و اقتصادی افزایش به مالیات یک راه خوب است یا خیر؟ فکر میکنم که در شرایط فعلی نه خیر، ولی در شرایط بعدی که ما در یک حد رشد اقتصادی برسیم بله. و در قسمت مالیات، کاتگوری بندی مالیات و گرفتن مالیات از مالیاتی بلند چیز بهتر و خوبتر است. سپاسگزارم. آقای فرهنگ، دیدگاه شما؟ من هم به می عقیده هستم که در علم مالیه یک پرنسیپ است به نام عدالت مالیاتی. وقتی که عدالت مالیاتی مراعات نشود در کشور، یک بلند بردن یا از بین بردن یک مالیات که یک بعضا صورت میگیره که یک مالیات اگر مالیات از بین میبرن، باز عوضی از او به مو پیمانه عایدات نو ایجاد شود که صدمه نبینه بودجه دولت، این مجاز است. اما مسئله بلند بردن یک جانبه مالیه بدون از این که عدالت مالیاتی به نظر گرفته شود یا از این که در طول مدت فایده کنه نقص میکنه. سپاسگزارم. سیاست مالیاتی افغانستان باید دوباره بازنگری شود. سپاسگزارم. ممنون از حضورتان در بحث امشب و از شما دوستانی که این بحث را دنبال کردین. حالا هم خواست شهروندان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه. تا فرصت و دیدار دیگر، خدا نگهدار. دا اشرف غنی ری نه دا عبدالله حکومت کې څه شته ری دا په خپلو چوکیو پسې نه ختی ری کته او پورته په خپلو چوکیو باندې جنگ دی عوام پکې خلق غرق دی خلق تباه دی خلق برباد دی خلکو په کورونو باندې ننوته وکیلان خلکو نه کورونه واخیسته ځمکو باندې ننوتي د کمې ورځې پورې به تاسې دا ټوقې کوئ کله به تاسې سمیږئ او کم مقصد دپاره تاسې راغلي یاستئ دی افغانستان کې نه کاروبار استه د وطن نه دیګه استه از روزی که آقای غنی و عبدالله شیشتن ملت تباه شد، انتحاری روز براز زیاد شد، کاروبار خلاص شد، پیسه خلاص شد از بین جامعه، تمام جوانایی که میرن تحصیل میکنن دیگه میکنن تمامش بیکار. امروز تمام خانواده امیال که خودم اینه در وزارت امارات خانی وزارت داخله کار میکنم، از صبح که میریم بابرکود چاش برما پیاوه شلغم پیاوه کچلی برما میتن، اما چی؟ نه کرای موتر است نه دیگه است، ولی نام است که در دولت کار میکنیم. این فقط خواست مازمی اینمه قصدم که ملت باید در نظر بگیرن جامعه را درست کنند. نو حقیل دکتر صاحب اشرف غنی در دلست همان دیر حیل در رو دی ترسو پر افغانستان پر نظام کی تغییرات را ولی و انتخابات دو ترسار شو کم حیل او امیدون شمون تنان در رو دو آقا حیل امیدون ترسار نشو او پاینده کنه دونه مونږ د هیله او امید نه رشیده په تر سره کی زګه دو په خپل منځو اختلافات او اختدي تر اوسه پورې خپل منځي اختلافات تر سره سات نه دي رسولي. نو د نور نور لکه والین دي رئیسان دي دا دوه په اړه سرکار نه دی کړی، نو مونږ ته نه کوم اوس پر د دې پس هیله تر نه رشیده کارونه په تر سره کی. دا وای ډاکټر عبدالله او اشرف غنی کردیش رئیس اجرایه او رئیس جمهور
و در وقتی که انتخابات بود اردیش میگفت که ما خدمت میکنیم به خان خود و وطن خود به مردم خود و ایا نه خدمت کردن نه دیگه کردن. وقتی که راترشید مردم یک سال دو سال سه سال در حساب نظر چی خود تیر کرد و یک سال دیگر کابینه تیر کرد و آل بیکاری و دیگه و رنج زامت ملت افغانستان میبیند و دیگه کس راترشید عزیز نمیبیند، چون که یاد خاک خود اگر خدمت نکرد چرا غم ملت هم نمیخورد. یکی ربیبی که بی امنیتی از هر بگاه بی که بیدار